خب دوستان عزیز، من یه چند سالی هستش که در واقع اخبار مرد هنرمندان رو بعضی وقت پیش خودم دنبال میکنم. این از یه جالبی رسیدم، اونم که برخی هنرمندان از شدت هنرمندای ایرانی از شدت بیمحتوایی گاهی اوقات غالبا میفتن به انجام یه کارایی عمدن بعضا که تولید در واقع خبر بکنه. خب الان پیروز من داشتم خیلی موضوعات سیاسی پیچیده مسائل خیلی مهم رو داشتم بگیر میگم، یک سایتی که در واقع مربوط به سرچ ها هستی چی دفعه دیدم 3 تا کلمه داره منفجر، 3 مهر 1402 یه روز قبل 3-4 تا کلمه داره بریک آوت نوشته بود اصلا توی ترند ها داره منفجر میشه. سریع گفتم شاید یه اتفاقی افتاده که من خانم ساره بیات بود، یکی این خانومه بود که داریم میبینیم که خانم منو فرجات هستش و اینم امروز ریحان پارسا. این اولا که حیرت کردم، اصلا گرخیدم گفتم ای مثلا خانم ساره باید چون من از هنری یا با اون دو نفری متفاوته، گفتم ای وای این مثلا رفته لابود یه جایی دوباره رو سری گرورده ولی الان دوباره اینم چیز میشه دیگه چون نمیتونه کار بکنه چون از ارزش هنریشون با اون دو فرد دیگه اینکه هیچ متفاوت هست. بفهم دیم که حالا میگم بتون چیه یا این مثلا خانم مناف ارجاد دیدیم که مثلا تیتر رو ببین خدا وکیلی با عشق مناف ارجاد با این عشقهایش سیاه پوک شد، تعجب میکنید عزیزترین فرد او کیست. اصلا یه لحظه غمگین شدم بگیم مثلا به قضیه گربه و حالا توضیح خواهم داد که قضیه چیه. امروز هم این که اصلا دیگه اصلا نابغه است. خب بذار به نوبت حالا از عرف کنین رو تولرش متوزی نمید قاطی بکنم اصلا تنشون به تن اینا نخوره بهتون میگم چی شده بوده. چیز خاصی نیست، یعنی خدا وکیلی این چند دقیقه ویدیو طول بکشه فقط وقت هدر رفت، وقت آدمایی که دارن میبینن. آقا جان این خانم ریان پارسا امروز در اومد از شدت میگم وقتی که خود چه کار بکنه هر چند وقت یه بار مثلا میان نقصه اینایی که از ایران میرن غالبا اینا که از ایران رفتن ایشون هم مثلا مثل خانم فراهانی اینا نبوده که مستقیم بری مثلا درش کارش سینما یه خفر انجام بده یا فیلم سازی بکنه. مثلا در ترکیه با چند آدم مثلا بیکاره مثلا سر صدا کن با اونا یه مدت مثلا چرخیده و نرفته که مثلا بگیم خب اینجا مثلا از هنر اینجا جدا شد رفت در هنر مثلا وارد شد در سطح مثلا اسکار مثال میگم رفت جایزه فلان را گرفت، نه اونجا رفته مثلا یه کاری به هر چند وقت یه بار مثلا نده چیزی میگه که همون مثلا توی تایپ موضوعات خودش. امروز مثلا اینقدر بینمکه امروزی مثلا اومده گفته که من مادرم تابو شکن بود مثلا فلان بود فلان بود. هیچ اهمیتی نداره این بود مطلبی که ایشون گفته، هیچ کمتر اهمیتی نداشت. هرچی من بالا پایین کردم اونو چرا مردم ایران دارن این موضوع استرش میکنن نمیدونم نفهمیدم آخرش. اما خانم مونا فرجین با این موضوع اصلا کلکتر. خب من اولی چیزی مشخص بکنم، من اصلا با حیوانات رشته هم زیست شناسی بوده در مقطعی، خیلی حیوانات رو دوست دارم. من پشت سر من که ببینم لونه اردک اصلا اینقدر حیوانات دارم دوست دارم میدونم. ولی اینکه ببینید کسی شو خود خدایی که ببین تصویر نگاه کنه کسی مثلا غمگین باشه خداییش میاد مثلا عکس اینجوری با چشم گریان میگیره، میزانسنش هم یه جوری که مثلا نور پردازش اوکیه، لباسش هم که مثلا سته با این رنگای اینجا و اینجا احتمالا آزمایش به نظر میرسه این ترازوست برای حیوانات کلینیک در است. کسی که ناراحت از این موضوعی نمیرسه عکس بگیره باشه چشم، مگه اینکه شما آرتیست خفنی باشه، آرتیست باشی دنبال این باشی که کریرت نخوابه به قول خودمون تو خبرها بالا باشی فالوورات یه موضوعی برای چیز داشته باشه پرداختن به شما داشته باشه. قنچه جانم، قنچه خانم، قنچه عزیز، دختر کوچکم در واقع مربوط به گویا گربه شون هست یا یه گربه هم قبلا داشتن که اون گربه شم از بین رفته یا موضوع این بود. یعنی میشینه تارگت میکنه که چه کار بکنیم که هم در واقع در سطح خبرها باشه جالب انگیز باشه هم سینمایی باشه. حالا که سینمایی که مثلا ما که کار نداریم که بریم ما که مثلا برنامه مثلا شبکه خانگی و اینام چه یه کاری بکنیم حالا در سطح خبر حالا چه عزادار شد منافرجات بعد می مثلا گریه میکنه برای گربه عالیه انسان
هم سعدی گفته، هم بزرگان علمای تاریخ فلسفه در ایران گفتم در جمع که با حیوانات خوب باشید. حالا اینکه آدم مثلا گربه بغل بکنه تو خونه این بحث دیگه ایه، از رای بهداشتی دارم میگم، چون موی این گربه میتونه رده مجاری بشه در نواحی مختلف بدن و تولید کیست بکنه و غیره، بحثش بهداشتی جداست. اما اینکه شما سعی در سنسیتایز کردن جامعه از طریق این عکس داشته باشی، این یه کار کلکبازی رسانه‌ای زنانه هم هست. خب مثلا یه آقایی بود پس هم میبند گربه نبود، حالا سگ بغل میکرد زن گفت عزیز جانم فلان، اونقدر مثلا چیز نداشت، اترکشن نداشت، اما یک زن همه میگن او بریم ببینیم چی شده، منافرجات عزادار چیه، گریه میکنه ای گربه مثلا چقدر گوگولی، همین کافیه، گرفتی توی ترچ اومده بالا، ایشون پروژه های بهتری میگیره و خب اتنشن دوست دارن خانم ها دیگه، کلا اتنشن علاقه دارن، چیز بدی هم نیست، نیچر بی نهایت هم، ولی نه به قیمت این که مثلا حالا شاید طرفدارش دوست دارن من چیکار کنم. خب این رفت کنار، اما خانم چه ساره بیات سیستمش متفاوته با این آرده، ما خب در فیلم چیز میشناسیمش، آدم های ایران بیشتر از فیلم های اسمه فردی نمیشنسن، این که گویشون رو گویا رونمایی کرده در اینستاگرام شدن دیدن و خواهرش ایشون هم تیتریه در واقع فیتر، اینا من دیدم گفتم لابد مثلا خیلی جنجال خاصی و فهمیدم نه مثلا آنچنان خاصی نیست، در کشوری رفته یک کار کرده، بایدم که نه موضوع اینه که من در خلال این موضوع بایدم که ایشون همسر ایوا خودش نمیدونستن این موضوع، همسر اخیراً چند مدت قبل ازدواج کرده با یعنی زرفی که ایشون آهنگساز، ما ایشون از کجا میشناسیم؟ از آهنگ های داریوش و مثلا گوگوش، ولی دوستی داره های روز بمانی، اینا با هم دیگه یک تیم پرودیوس بودن، مدت های قبل خود تعطیل شد دیگه کم کم، چون آقای روز بمانی خودش هم مجوز گرفت اینا نویل کردن این کار، کار خیلی بالا غیر مجازه ولی خودش از نظر هنری اجازه خانم دارم واقع آتشین و داریوش از نظر هنری واجد ارزش هنری، میخوام بگم چقدر فرد با محتوا میتونه با بی محتوا حاشیه‌اش هم متفاوت باشه. رفتن در کشور فکر کنم ترکیه نشد، یکی از کشورهای اطراف ایران، اون سعیدی واقعا یه چیز اونجا بوده، این باند خودشون بودن، رفتن اونجا مثلا یه شامی بخورن، همسرش علیرضا افکاری هم اینجا در واقع براشون استوری گذاشته، همسرم عشقم همسفرم، عکسی هم گذاشته در پله های، من نمیدونم چرا پله ها رو گذاشته، مثلا همسفرم عشقم، ولی تو پله ها خالیه، نمیدونم اینا اصلا من ذهنیت آرتیست ایران رو نمیتونم بفهمم. بعد ساره بیات مثلا تبلیغ هم دیگه بوده، بعد با هم رفتن کافه عکس گرفتن، بعد از دید از دقیق پوشش این خانم هم بوده شدم که اینا نمیخواستن، به نظر میسه اتفاقی موضوع بولد شده و اصلا قرار نبوده اونچنان بولد بشه، ولی خب چون ما این چند روز اخبار خواهم مثلا بیشه آسایی شدید هم رفت بودن مثلا در مجالسی بودن و اینا، به اون علت این جنجال برانگیز شده، این جنجال خاصی نیست، من اصلا چک کردم کامل، خانم چی آیا خارج افکاری هم مثلا تبریک گفته مثلا به عشقم، تأثیر حضور سالیانت بر خلق این آثار خیلی خفن بوده است، زندگی مشترکمون فلان است، عشقی که من این عالی ها، زن شوهر در واقع بدون اون مثلا تو سنتمون نبوده که به زن شوهر دو زوج مثلا چه به قول خود قربون صدقه هم دیگه برن، این قشنگ از نظر من، حالا خانوما نباید نمیدونم، ولی اینکه یک مردی در واقع همسر قانونی خودش مطالب رو بگه محبت آمیزه، زیباست. حالا میگم که این حالا دیگه هر چی بگی آرتیستن، دیگه آرتیست جهانش اینجوریه، من شاید اگه یه مقدار چیز کردم این شاید بعد خوندم، ولی خب گفته همسر زیبای من، خب هنرمندن، یه آهنگساز در واقع میشه پیانو میزنه ملودی خلق میکنه و اینا، باید هم با همسر هنرمندش همچین جملاتی بگه دیگه، ولی خب اتفاق خاصی نبود، دو زوجن عاشق مثلا عاشق معشوق رفتن در یک کشوری تولد گرفتن، همین این موضوع این سه تا جنجال خیلی بزرگی بود، این شوال که اینا سرچ بکنید تا جایی که سیزا رو نشون میده حیرت میکنید،
حیرت انگیز شد. ببین مثلا چه اتفاق بزرگی افتاده در زمینه هوش مصنوعی که مردم دارن میگردن دنبال منا فرجاد. این دختر ریحانه پارسا ساره بیاد، فکر میکنی که الان چی شد؟ بعد میبینی که نه مثلا چیزی هم نشد. حالا بذار ویدیو بعدی در مورد خانم چیز هست آتشین هست که من به نصف میرز نسل گذشته اینا بوده میتونید ببینید، در مورد خدافزی ایشون بوده، در مورد بعدی بهشون پردازم. کل آرتیست ایرانی اینجوری بعد یه جوری بالاخره صداشو در بیاره به هر قیمتی شده. و همین فعلا خدا نگهدارم.